د خبرونه دوام ته خرغلاس د بغلان بورکا ولسوالۍ له جګړې پرته د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوي سیمایزي سرچینې وایي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تاییدوي چې دا ولسوالۍ بېګا شپه لس بجې د طالبانو لاسته لوېدلې زموږ همکار ذاکر نوري همدا اوس د بغلان نه موږ سره په خبرونه کې وصل دی ښاغلی نوري جزئیات د دغه جګړې څه دي وایي د رپورټونه همدا وایي چې د بغلان بورکا ولسوالۍ سقوط شوې ده د طالبانو لاسته په ټوله کې د بغلان امنیتي وضعیت څه ډول دی همکار عزیز سلام بر شما صبحتان بخیر و صبح بینندگان آریانا نیز بخیر باشه شما رو در جریان قرار گرفتین که ساعت ده شب ولسوالی بورکه بغلان که یکی از ولسوالی های دوردستی ولایت است به دست طالبان مسئله سقوط کرد و تماسایی که با باشنده های ولسوالی بورکه داشتیم ولسوالی بدون کدام درگیری تخلیه میشه مخصوصا پس از نماز تراویح آیست آیست نیروهای امنیتی از این ولسوالی را ترک میکنن و به تقریبش زمانی که طالبا خبر میشن حتی طرف های 12 تا 1 بجه شد طالبا میای و ولسوالی را تسلیم میشن و بعد سینا میفته تلفات برخواسته از این نبر چی از ساقای نوری؟ هیچ گونه درگیری بین اینا صورت نگرفته جزیات است که باشنده های ولسوالی برکم و این ما شریک ساخته و همچنان بزرگای قوم از ولسوالی اما پلیس بغلان در گیریده تایید کرده میان طرف های دو طرف و از طرف دیگه یک معلومات دیگه که با ما شریک ساخته شده بیش از 60 سرباز امن و نظم آمک حال مربوط ارتش ملی میشه در این ولسوالی مستقر بوده و به اثر غیابت تنها 30 سرباز در اینجا باقی بوده و این سربازا زمانی که میگه ما این ولسوالی را ترک میکنیم میریم در اینجا است که پلیس هم اینا را همکاری میکنه و مسئولین محلی ولسوالی هم همراه اینا یکجا میشه و میاین به ولسوالی نرین و کوتل توشخ از اینجا به ولسوالی نرین و این ولسوالی اینجاست که به دست طالبان میسته مردم شوه نده خاقل نوری چه دوال پرتل جگره دقا ولسوالی ده طالبانو لستل ویگی دقیقا باشنده های ولسوالی برکه از کمکاری مسئولین محلی ولسوالی شکست کردن و همچنان از بیتوجهی مسئولین محلی بغلان و حکومت مرکزی چرا که از گذشته های دور به دین سو ولسوالی برکه چندین بار با شما هم این موضوع را شریک ساختیم که در جمع ولسوالی های نامن بغلان به شمار میرفت و ولسوالی برکه به چهار حوزه تقسیم شده سه حوزه از این مکمل از طرف طالبان اداره میشد و تنها مرکز ولسوالی و بخش های کم دیگهش در کنترل حکومت بود یعنی به نوع در معاصره قرار داشت این مشکلات و این چالش ها باعث شد که ولسوالی برکر امروز حکومت از دست بده و تقاضای مردم بغلان هم همی است که باید ولسوالی دوباره به تصرف حکومت بیاید و خواهاتی که طالبان در اینجا مستقر هستند در کل آقای نوری وضعیت امنیتی بغلان از چی قرار است؟ وضعیت امنیتی بغلان متاسفانه آنچنانه که مردم توقع داره خوب نیست ما مثل ولسوالی برکه ولسوالی دهنه حدی را نامن داریم ولسوالی دوشی ولسوالی گذرگاه نور نهرین و چندین ولسوالی دیگه بغلان با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو است و از طرف دیگه خود شهر سلاخومی هم با مشکلات حاد امنیتی دست پنجه نرم میکنه و مردم از این وضعیت نگران است مسیرهای شورای بغلان مشکلات امنیتی خود را داره و ایستهای بازرسی طالبان و گمرک طالبان در بخشهایی که موجود است مثل ساعت صبح کوتل آتش میشید و این طرف کندوز که برین موجود است و چالش ها و مشکلات امنیتی هنوز پابرجا است درست او خپله د بغلان و سیدون که چه وی چند دیخنه لری د روان و جگلو پا تلاو بانده در چی بغلان که جگلو زور اخیسته ده و بیاده سپا یادم بانده ولسوالی پرتل جگلی پری خستلکی گی طالبانو تا اندخمن کردی ندی؟ طبیعی است که مردم بغلان از گذشته های دور نگرانی داشتند و بارها همراه حکومت مرکزی نگرانی هایشان را شریک ساختند همراه مسئولین محلی بغلان اما مقامات مرکزی که به بغلان آمدن تنها به وعده اکتفا کردن و گفتن که ما عملیات ها را بر تامین امنیت بغلان را اندازی میکنیم که تا امروز هم را اندازی نشده مگر مردم بغلان
شاید سقوط یک ولسوالی در این ولایت بودن. این چالش ها موجود است و مردم سخت از این نگران است و تقاضای مردم این است که باید بر نگرانی مردم پایان داده شود، چرا که این نگرانی ها و این چالش های امنیتی بیشتر از مردم هم قربانی گرفته. مثل که روز قبل به اثر حمله هوایی در سایه سرخ کوتل پل خمری 4 تن از باشندهای پل خمری زخمی شد که 3 تنش کودکان بود و 1 تن هم کشته شد. اینا همه افراد عام بودند. وضعیت مردم بسو آمده و خیلی نگران است. استاد سلام، معلومات رو دیرم انا خاغل نوری.